تقابل F-35 با سوخو-35. جنگنده های سوخو-35 آگنده نیروی هوایی ایران در مقابله با F-35 های آمریکایی و اسرائیلی چه می کنند؟ عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. خبرهای خیلی زیادی در مورد اینکه ایران خریدار سوخو-35 هستش و حالا گفته میشه که یه تعدادی هم حضور پیدا کردن پخش شده و ما هم پوشش دادیم. همونطور که میدونید ایران خریدار جنگنده سوخو-35 از روسیه است و در صورت تحویل تعدادی معین به پیشرفته ترین جنگنده ایران تبدیل میشه. از اونورم نیروی هوایی اسرائیل که دشمن اصلی ایرانه یه نسخه مخصوص از F-35 به نام آدیر داره. پس الان یه سوالی به وجود میاد. وقتی که این سوخو-35 ها به شکل عملیاتی وارد ایران شدن و ما میخواییم ببینیم که این جنگنده حریف F-35 ها میشه یا نه؟ یا به طور کلی یه جنگنده نسل 4 ممکنه حریف نسل 5 بشه یا چه شرایطی رو داره؟ با توجه به تنش‌های اخیر و ورود اولین جنگنده‌های سوپر فلانکر، احتمال رویارویی مستقیم این دو جنگنده یا دیگر جنگنده‌ها وجود داره. پس تو این ویدیو ابتدا مشخصات کلی رو ازشون میگیم و بعدش یه مقایسه بینشون داریم تا ببینیم احتمال اینکه کی برنده بشه بیشتره. جنگنده سوخو-35 یک جنگنده نسل 4.5 چند منظوره سوپرمانوف پذیر تک سرنشین ساخت کشور روسیه با قابلیت مانور بالا و دو موتور سنگینه. سوخو-35 در سازمان ناتو تحت عنوان فلانکر ای شناخته میشه. این جنگنده برگرفته و توسعه یافته از جنگنده سوخو-27 و در ابتدا تحت عنوان سوخو-27M شناخته میشد. جنگنده سوخو-35 از دو موتور AL-41 F1S بهره میبره که از فناوری جهت گرانش برخورداره که به جنگنده سرعتی در حدود 2.25 ماخ و سوپرکروز 1.13 ماخ میده. سوخو-35 دارای برد انتقالی 4500 کیلومتر و توان رزمی تا برد 1600 کیلومتر و ارتفاع اوج درگیری حداکثر 18 کیلومتری را دارد. جنگنده سوخو-35 دارای 12 جایگاه تسلیحاتی با توان حمل 8 تن سلاح و میتونه انواع موشک‌های هوا به هوا از جمله R-37M با برد 296 کیلومتر را حمل کنه. رادار این جنگنده یعنی اربیز اینیز پیشتر معرفی شد و داره که برد 400 کیلومتر ضد هدف 3 متر مربعیه. سنسورهای الکترواپتیکال این جنگنده هم 90 کیلومتر و رادارهای باند الش هم 200 کیلومتر برد داره. لاکید مارتین F-35 لایتنینگ 2 یک جنگنده این نسل 5 چند منظوره یه تک سرنشینه و در سه نسخه F-35A ویژه نیروی هوایی آمریکا، F-35B ویژه تفنگداران دریایی آمریکا و F-35C ویژه نیروی دریایی آمریکا تولید شده. F-35A نیز مخصوص اسرائیل تولید شده. این هواگرد رادارگریز و پنهانکار برای ایفای نقش در زمینه برتری هوایی چند طیفی و ماموریت‌های تهاجمی گسترده توسعه داده شده. همچنین F-35 میتونه قابلیت‌های جنگ الکترونیک و اطلاعات مدرن، نظارت و آگاهی از محیط نبرد، تشخیص هدف و شناسایی انهدام را ارائه بده. در مجموع بیش از 1080 فروند از این هواپیما تا به امروز تولید شده که نزدیک به 10 برابر سوخو-35. لایتنینگ دارای نوع خاصی از مواد جاذبه راداره که توی فرکانس های 300 مگاهرتز تا 30 گیگاهرتز امواج رو جذب میکنه و خاصیت خودش رو حفظ میکنه. سطح مقطع رادار این جنگنده 15,000 متر مربع از روبرو هست که اکثرش رو مدیونه این ماده هستش. جنگنده F-35 از یک موتور توربوفان به نام ویتنی F-135 بهره میبره که میتونه این جنگنده رو به سرعت 1.6 ماخ برسونه. در مدل B هم یک موتور کمکی عمود برای نشست و برخاست عمودی وجود داره. F-35 داره یک برد انتقالی 1600 تا 2800 کیلومتر و برد رزمی 700 تا 1400 کیلومتری بر اساس نسخه‌های مختلفه و میتونه بعد اکثر ارتفاع 18 کیلومتری برسه. جنگنده F-35 6 جایگاه تسلیحاتی روی بالها و 2 دهلیز داخلی با 4 جایگاه تسلیحات داره که در مجموع میشن 10 جایگاه با توان حمل 10 تن سلاح. همچنین میتونه انواع موشک‌های هوا به هوا از جمله ایم 120 آمرام D3 با برد 180 کیلومتری رو حمل کنه.
رادار این جنگنده ANAPG 81 با 450 کیلومتر ضد هدف 5 متر مربعیه. این رادار آرای فازی فعال نسل سوم دارای عمر عملیاتی بیش از 2000 ساعته. روی F-35 های جدیدتر بلاک 4م، رادار نسل 4م ANAPG 85 نصب شده که بردی بیش از 500 کیلومتری را داره. سنسورهای الکترواپتیکال و کمکی این جنگنده هم بیش از 500 کیلومتر برد دارند. حالا برسیم به مقایسه این دو جنگنده. هر کدوم از جنگنده ها توانایی های خاص خودشونو دارن. مثلا فلسفه طراحی ساختشون متفاوته و قابل قیاس نیستن و حتی F-35 یک نسل هم جلوتره. اما یه روزی این دو جنگنده روبروی هم قرار میگیرن و باید ببینیم کدوم یکی از این دوتا برنده احتمالی خواهد بود. بر اساس تجارب جنگ های گذشته، مخصوصا جنگ ایران عراق و جنگ خلیج فارس و جنگ های عراق با اسرائیل، جنگنده های مدرن تر برتری خاصی توی درگیری ها داشتن و همیشه شانس بالایی برای انهدام جنگنده های قدیمی تر داشتن. مثلا سرگتین یا همون F-14 و F-15 و F-16 و F-18 بارها جنگنده هایی که یک نسل پایین تر بودن مثل میگ 25 و میراج F-1 رو شکار میکردن. حتی جنگنده های هم نسل روسی مثل میگ 29 رو هم از پا در آوردن. این اختلاف و برسری نسل از همون اول بود. اما یه جاهایی مثل جنگ ویتنام یه میگ 21 بارها فانتوم ها رو زخمی کرد. اما با افزایش فناوری ها این اختلاف بیشتر و بیشتر شد تا اینکه توی جنگنده های نسل پنجم به یک برتری حداکثری رسید. امروزه جنگنده های نسل پنجم و تا 2 دهه دیگه جنگنده های نسل ششم حرف انور رو توی نبردهای هوایی میزنن. تقابل جنگنده نسل پنجم اسرائیلی با جنگنده آینده ایرانی که هیچ پشتیبانی آواکسی هم نداره از همین رویه پیروی میکنه. در نبردهای هوایی دوربرد F-35 به واسطه پنهانکاری خودش زودتر سوخ 35 رو میبینه و امکان دید اول و شکار اول رو داره. درسته که برد موشک‌های هوا به هوای سوخ 35 بیشتره، اما این برد به شرط این هستش که هدف رو بتونه ببینه. اما سوخ 35 در بهترین حالت زیر 70 کیلومتر میتونه دست به شناسایی و تقابل با F-35 بزنه، در صورتی که لایتنینگ بدون کمک رادار و با همون سنسوراش میتونه در برد محدوده غیر قابل فرار موشک آمرام یعنی حدود 130 کیلومتری به راحتی سوخ 35 رو منهدم کنه. البته مسائل از نظر تخصصی بسیار پیچیده‌اند، ولی این یه شرح ساده از درگیری دو جنگنده بود. در مورد نبردهای نزدیک، دو جنگنده یه سری برتری ها نسبت به هم دارن. سوخ 35 دارای سرعت بیشتر و چابکی بیشتری توی ارتفاعات پایین‌تر هستش و F-35 دارای موشک حرارتی پیشرفته‌تر مثل ایم 9 X2 و زاویه حمله بیشتر یعنی 50 درجه یا دو برابر سوخ 35 هستش که تأثیرات خوبی رو داره. اما به طور کلی نبردهای نزدیک به مهارت‌های خلبانان بستگی داره، چرا که هم خلبان‌های ایرانی و هم خلبانان اسرائیلی بسیار با تجربه و عملکرد خوبی دارن. این مورد فقط توی درگیری‌ها مشخص میشه که عیار کدوم یکیشون بیشتره. حریف دیگر سوخ 35‌های آینده ایران F-22 ها و F-35 آمریکایی ها هست که شرح حالشون دقیقاً مشابه میشه و جنگنده‌های نسل جدیدتر برتری زیادی به جنگنده‌های قدیمی‌تر دارن. رقبای اصلی سوخ 35 یا جنگنده هایی که میشه باهاشون در یک سطح نگاه کرد F-16 ها و F-15 ها و F-18 های پیشرفته و ارتقا یافتن. در مورد اینها هم باز شرایط خاص خودش رو داره و جنگنده ها برتری های مختلفی به هم دارن. اما ایگل های فوق ارتقا یافته میتونن حریف درخوری برای سوخ 35 ها باشن و فقط زمان تعیین میکنه که کی برتره. به طور کلی جنگنده F-35 برتری های متعددی به سوخ 35 داره و شانس اون بیشتره، اما باید بدونید که هیچ سلاحی شکست ناپذیر نیست و میشه حریفمون شد. اما وقتی صحبت از برتری ها میشه، یعنی به ازای هر شکار F-35 اون میتونه بیش از 10 فروند از جنگنده های ما رو منهدم کنه و اینطوری برتری هوایی رو از آن خودش کنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید و از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت های دیگه، خدایا رو نگهدار.